سلام، عرضم به خدمتت که صحبت من در رابطه با وابستگی بین پر، شاپرها و کت رو الان خدمت در میان. اون دوست عزیزمون از تهران که گفت که آقا در رابطه با بحث کت به چه شکله، ببینیم ما در واقع میشه گفت که سه نمونه کت داریم. کت هایی که عقبتر از سینه هستن، این فاصله رو نگاه کنید. کت هایی که در واقع میشه گفت که به سینه چسبیده هستن، در راستای همدیگه هستن، یعنی مماسن اگه به خط عمود کشیده بشه. و کت هایی که الان توی پرنده های پاکستان به خصوص توی نسل های تیدی مشخصه، کت هایی هستن که جلوتر از چی؟ سینه هستن. خب این پرنده با اینکه کت عقب‌تر از سینه هستن، ببینید یک وابستگی به چی داره؟ به طول شاپرها داره. این پرنده نهایت پرشش بین ساعت 7 تا 8 ساعت، یعنی 7 8 ساعت بیشتر چی نمیتونه دوام بیاره. این پرنده از نوع گوشتیه، یعنی پرنده‌ای که یه مقدار چی سنگین است. پرنده‌ای که کتش مماسه یا در آن شو در راستای سینه است و با خط عمود، در واقع میشه گفت که عرض کنم خدمتتون، این کتی که الان در واقع میشه گفت که در راستای این سینه است و بر خط عمود هم در آن شو مماسه، ساعت پرشی پرنده میتونه خودشون از 8 ساعت الا 10 ساعت پرش داشته باشه. و اگرم نگاه بکنید وقتی که کت جلوتر باشه، طول پر در واقع میشه یک مقدار چیه شاپرها بلندتره. یعنی شما اگر دم رو در نظر بگیرید، دم پرنده رو اینجا در نظر بگیرید، میبینید که شاپر همیشه نزدیک به چیه؟ به سر دمه. حالا توی پرنده های مثل تیدی که عرض کردم خدمتتون، در واقع میشه که سینه عقب‌تره، کت جلوتره. کت آرنجی اینو در واقع میشه میگن کت آرنجی. چرا؟ چون در واقع میشه از قسمت بازوی پرنده شروع میشه. کت های آرنجی دارای طول چی؟ شاهبال بلندی هستن. در نتیجه این پرنده ساعت پرشش رو میتونه از 10 ساعت الی 15 تا 16 ساعت هم به راحتی پرنده چی؟ پرش داشته باشه. به خاطر چی؟ به خاطر طولش چی؟ شاپرها و کت های چی؟ آرنجی. وقتی که پرنده بالشو باز میکنه، فرم این سینه و این سینه و این سینه متفاوته. این سینه پهنه، این سینه نیمه تیغه‌ایه یا نیمه مثلثیه و این سینه در واقع میشه که مثلثیه. هدایت کننده هوا به زیر کت هاست، هدایت کننده هوا به زیر کت هاست، منتها هوا رو با فشار بالا نمیتونه چیز کنه، هدایت بکنه. توی باد فشار هوای بیش از حد بالا باعث میشه پرنده نتونه خودش رو نگه داره و به اون محدوده دایره خودش دور بشه و پرنده پرت بشه از چی؟ از محل زندگی خودش. چرا؟ چون مثلثی شکله، چون به این شکله، در واقع میشه که مثلثی شکله، وقتی فشار هوا اینجا تقسیم میشه، در نتیجه چون کت پرنده بلندتره، فشار روی کت ها، فشار زیر بال ها زیادتر میشه، در نتیجه پرنده نمیتونه اوج بگیره. دیدین که پرنده های مثل تیدی، از خانواده تیدی، وقتی که یه مقدار باد بیاد شروع میکنن دور و بوم زدن. ولی این پرنده نه، این پرنده اگه یه مقدار باد بیاد، راحت تر باز میتونه خودشو چیکار کنه؟ به سمت بالا بکشه و توی اوج خودش قرار بگیره. فکر کنم دوستان دیگه منظور از حرفمون گرفته باشن. زنده باشی، انشالله که روز خیلی خوبی داشته باشی.